هم خوش آمدید بینندگان عزیز جناب استاد مسعود الله مسلم را با خود داریم صحبت میکنیم در مورد کنفرانسی که تحت عنوان نقش شعر و ادب در بیداری اسلامی و گرامی داشت از دو شاعر استاد خلیل الله خلیلی و گلپاچه الفت امروز برگزار شد صحبت میکنیم با جناب استاد و قبل از اینکه صحبت را آغاز کنیم استاد مسعود وقت شما بخیر خوش آمدید به برنامه اسرا هلال سلامت باشه سمیر عزیز سلام به شما و به تلویزیون جهانی هلال امیدوار استم که روز به خیر سپری کرده باشه خیلی سپاس از حضورتان جناب استاد صحبت گفتم میکنیم در مورد کنفرانسی که امروز برگزار کردین در مورد نقش شعر ادب در بیداری اسلامی از کنفرانس نقش بیداری اسلامی در شعر دو شاعر بود که یکی استاد خلیل الله خلیلی و دیگه استاد گلپاچه الفت بود. که از بحث کنفرانس روی موضوع دو تا شاعر همین دو شاعر بود اشعاری که هر دو شاعر داشتند و جناب استاد <تصفح> خلیل الله خلیلی رحمه الله و من برش مغفرت بکنم همچنان گل پا چال فتر بله قبل از که بیشتر صحبت بگیم در مورد کنفرانس یک پرچه شیر از شما جناب استاد یک <تصفح> دو بیت از جناب استاد خلیل الله خلیلی می میگه ای مجال ندادی که سر کنم ایدل دل مجال ندادی که سر کنم, کنم. گلبانگ شوق و شور و نوای سخنوری شعر مرا که شاهد ایوان صلح بود جنگافرین نمودی و بزمی و سنگری بح 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 خب و که برگزار کردین به همین مناسبت بیشتر هم یاد شد موضوع بیداری در اشعار دو شاعر بزرگوار کشور ما که تقریبا در جمع شاعران معاصر کشور ما می بله. این دو بزرگوار پس از دوران بگویم که از شاعرای پسا هستن هستند که در افغانستان اشعارشان خیلی تاثیر داشتند استاد گلپاتی الفت و استاد خللا خلیلی دو شاعری هستند که همیشه به خاطر اتحاد به خاطر جور شدن وطن به خاطر اتفاق به خاطر اسلام در اینجا همیشه سرودن و همیشه کوشش کردن و همیشه مردم را تشویق کردن که باید به بخو خود رو بیان و امو غرب که دارن اون را دور بگذارن و به خودشان بیندیشن و به داشته های خودشان افتخار کنن اصل موضوع ما، کنفرانس ما همین موضوع بود بله. چیزی که باعث شد ما این کنفرانس را بگیریم این ای بود که ما یک نوع خودباختگی در بین جوانان می بینیم یعنی در کل مردم یک نوع ناامید شدین از کشور جنگ و ظلم و فسادی که اینجا روان است یک نوع مردم ناامید شده همه احساس میکنن که دنیای غرب یک دنیای ایدئال یک آرمان شهر درست است امی موضوع شاعرم می و شاعرم از درون اجتماعی خودش خبردار می باشه و درد دلش را بیان می سالهای قبل به سرودن اشعار شروع می از سرودن اشعار شاعر شروع می خب چون کشور ما کشوری بوده که سالها مورد تهاجم صورت گرفته نه قرار گرفته اگه امروز هم ما یک کشوری داریم که تقریبا مستقل در همه کاران نیستین به دوران استاد خلیل الله که زمان روسا بود و در دوران استاد گوی پاچه که کشور به شکل مستقل آزاد نبود بله. همیشه اینا همی درد را داشتند همی درد که می یا بیگانه هایی که اینجا تسلط داشتند اونایی که همیشه مزدور بودند و حاکمی سرزمین بودند این موضوع می این دو شاعره چیزی که امروزه نسل جوان ما را می آزارد. و بحث بیداری چقدر جناب استاد مهم بود تا ناحیه چهارم جمعی افغانستان بر این شد تا این کنفرانس را دایر بکنن بخش بیداری ما یک نیاز داریم که باید خودمان را بشناسیم و خودمان بیاییم استعدادهای خودمان را بشناسیم منتظر دیگران نباشیم م. که دیگران ما را کمک میکنن یا کشور ما را میسازن بخش بیداری که ما میگیریم یکی ای که باید ما به با چیزی که داریم که او اسلام است که افتخار ما است و مرجی تمام خوبی های یک کشور و یک تمدن است که دین است ما باید به با او رجوع کنیم یک مورد است کلان ما اما نقش بیداری دو شایره که گرفتیم در موضوع بیداری اسلامیشان همین موضوع بود که باید ما بخشتن به ارزش‌های های دینی و فرهنگی خود را بیشتر توجه کنیم تا ای که بیگانه پروری کنیم و همه چیز در بلاد بیگانه ها ببینیم و نهی چهارم کنفرانس های بعدی هم در نظر داره تا من جمله که برگزار کرده چنین کنفرانسی رو بله خب بحث ناحیه چهارم ناحیه چهارم کارهای بسیار زیادی داره که مثلا این کنفرانس امروز نمونه بود از هایشان ما در کل به بیداری کار میکنیم به با بازگشت به با خیشتن کار میکنیم به اون خاطر درس هایی را برگزار میکنیم کانفرانس هایی را و رکشابهایی هایی را که تا یعنی جوانا و نست و در کل مردم افغانستان بیدار شدن و به خودشان بیاین ما درس های سیرت النبی را صلی الله علیه و سلم درست تفسیر است دروس های تربیتی دیگی که ما داریم خدمات اجتماعی که انجام میتیم کل شامل بحث های نایه چار میشن که ما در نایه چار انجام میتیم بله و دروس سیرت و نبی یاد کرده درس سیرت و نبی صلی الله علیه و سلم سلمانسان. یک دوره 15 روز است که از تاریخ بیست جدی که روز شنبه است آغاز میشه و تا هفت دل و ادامه پیدا میکنه جل. و ساعت نو الا یازده قبل از ظهر می باشه اینجا ترانسپورت رایگان برای خواهرها داریم تقریبا در دا یک قسمت کابل بله دیگه که برای خواهرها فضای جداگانه برای خواهرها و در آخرم برای کسایی که بتانن یعنی میار پوره کنن شادت نامه برشان میتیم امتحانی دارین که سه سنه از هم شادت نامه یا تزدیق نامه را میتیم بله امتیان نداریم نه خیر نداریم خب به اساس حاضری کسایی که بتونن فیصدی که قرار است 85 فیصد حاضری را تکمیل کنن ان شاء الله ما برشون تصدیق نام مدرسین این دوره چه کسانی هستند جناب مدرسین این دوره دو استاد دانشمند که یکشان جناب پوهان استاد بلحد مسلم است که کمتر کسی مثال شما داریم در دا افغانستان در درس سیره یکی مقدم باشه بله که با استاد دیگرشان جناب استاد نقیب الله حمید که استاد دانشگاه تعلیم تربیه استاد ربانی شهید هستم این دو استاد مقدم هستند در کجای دوره برگزار میشه دوره 15 روزه این دوره 15 روزه در مسجد حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کوچه چهارم پروان سید کوچی چهارم پروانه سه و بینندگان ما کسانی که میخواین مثلا فرض میکنیم اشتراک بکنن شما گفتین ترانسپورت رایگان هم دارین بله آلا. از گوشه و کنار مثلا خانواده ها است که اشتراک میکنن اینکه جای مناسب باشه بر خواهران در محل جداگانه باشه حتما خانواده ها بالکل بدون شک اکثریت اشتراک میکنن خب پیام برای بیننده ها در مورد درس سیرتی است که از هر جایی که از هر نقطه کابل که زنگ بزنن و اونجا ثبت نام کنن بله. ما موتر را از اونجا تنظیم میکنیم با آوردن خواهرا بخش خواهرا و با بخش خواهرا فضای مناسب محیط جداگانه و تمام سیستمی که گرم بسازه محیط را همش آماده است مهم است چون زمستان بله. هم است بله. و آدرسایی که یعنی میتونن ثبت نام کنن اون شماره ای هست که در اعلانات ما زده شده همچنان روز اول به آغاز برنامه ما ثبت نام می داشته باشیم اونجا ثبت نام میکنیم در خود مسجد باید. و از طریق رسانه اجتماعی اگر بیایم آدرس ها را میتونم پیدا بکنن از طریق و همچنان چون از طریق میشه کسی سب نتونسته باشه همین لحظه امروی خود جناب مسلم سب و آیا آنلاین می باشه درست ها همچنان؟ چون بس آنلاین درست کمی آم شده کمی نه بیشتر خود درس آنلاینه م. که ما اون درس سیرت را انشالله ده. که پوشش بتیم درس سیرت را در دو آدرس خواد بود یکی که آدرس ناهی چار هسته، خود فیسبوک ناهی چار هسته، از طریق از و همچنان از طریق اصلا آنلاین ما ایره نش... پوشش میدیم بله پوشش زنده البته پوشش زنده بله و اگر کسی بیننده باشه مکمل پانزده روز از طریق آنلاین میتونه که شامل ای دوره شوه؟ آزیری مهم از اونجا حضورش حضور. اگر خب فرض میکنم جناب استاد دور هستند. شاید من امتحانی بگیرن یا میشه که برای از اون حمسنان نه امتحان نیسته ام. امتحان ولی حضور خب کیفیتی که حضوری داره ما نمیتونیم دارم بله خیلی سپاسی که ناحیه چهارم جمع اصلا تلاش میکنه که حتی ترانسپورت را در گوشه و کنار کشور بفرسته با البته با بعد از سبتنام دی از خواهرها برایشان جای بس سپاسگزاری هست و سپاس از ناحیه چهارم جمع که تراش نمی کنه البته به شکل رایگان است به شکل رایگان است به شکل خانواده می از فعالیت های فرهنگی شما می شنویم جناب مسلم سید یک درس دیگر هم اعلان میکنم یک درس تفسیر شکل زنده محرم. آنلاین داریم که از ساعت 7 تا 15 شام الی 9 شب جناب استاد مولوی به عبدالسلام عابد تفسیر میکنه با شکل زنده است از طریق صفحه فیسبوک خود مولانا عبدالسلام عابد بله و از طریق زوم که هر شب امو کد زوم اعلان میشه برگزار میشه بله نشر میشه البته یک نکته را که بیشتر میخویم به بینندگان از ما بگویم که تلویزیون هلال همی برنامه رو ثبت کرده و از طریق یوتیوب اپلود میکنه که به شکل زنده میتونن ببینن همون لحظه مسلم صاحب اسکو گفتین از طریق صفحه فیسبوک استاد عبدالسلام آه. عابد مولانا عبدالسلام عابد و آدرس زوم یعنی صفحه زوم که اگر مشترک میخواد شما صفحه نخدشان. زوم هر در این صفحه فیسبوک مولانا عبدالسلام عابد آدرس شیخ القرآن مولانا میشه. عبدالسلام عابد لینک داده میشه و یوزر و پسورد در کن تا اینکه بطنان مشترک شوند و بر باقی برنامه های فرهنگی باقی برنامه های فرهنگی ما انشالله بعد از همین برنامه در, در درس سیرت ما یک درس 20 روزه برای خواهران داریم که عنوانش هنوز درست نشده ولی چگونه یک فامیل موفق داشته باشیم را یک این عنوان داره که مختص به خواهر و قرار است که خواهرایی که در ناحیه چهار هستند دمی هفته پیش روی یک برنامه داشته باشند برای یک روز از ساعت 9 تا 11 برای خواهر و برنامه های فرهنگی ما هر ماه بلد. یک برنامه دو برنامه فرهنگی می داشته باشیم که ك... سال دوازده ما حتما برنامه فرهنگی برگزار میشه از حتما این ای برنامه برگزار میشه بله بله خیلی سپاس جناب استاد و, و اگر صحبت داشته باشین پیامتان برای خیلی نوشته باشین سلامت باشه فقط توقع ما یا خواست ما از برادرا و از مردم نجیب کابل افغانستان به خصوص کابل این است که ما را در برنامه هم کاری کنند حضورشان در برنامه به ما انرژی می برشه. ما تا بیشتر فعالیت کنیم و حضورشان در این برنامه ما را به یک آینده افغانستان روشن و یک آینده درخشان ما را امیدوار می بله و اسپانسری برنامه توست استاد تجار اهل خیر اسپانسری برنامه برادر دیگه یعنی وقتی ما ترانسپورت می گیریم ما کدام درآمد خاصی اگر در کسی می خواهد که کمک بکنه جناب مسلم صاحب یعنی مثلا اسپانسرشیپ ما کمل ترانسپورت را بگیره به گونه فردی اگه کسایی می خواهند که ای کار خیر به بگیرن ما چند تا منابع مصرفی داریم یکی که مسئله گرم ساختن همی دوره است که گاز استفاده میشه. می کنیم. و اون و دیگه تیلی که به جانیتر استفاده می کنیم با خاطر چون ها درست نمی باشن. و ترانسپورت ما که بلندترین مصرف ما دارد. در حدود هفت یا هشت موتر ما می داشته باشیم دیگه اگه برادرها بخواین که و میخواین و می برادر که تمویل میکنن اما شماری واتساپ که روی صفحه ها زدگی است ها یا صفحه فیسبوک ناحیه چهارم یا که امون جا بیاین و از نزدیک برنامه را دیده برنامه ما را کرد. خیلی سپاس جناب استاد مسعود الله مسئول تربیت هست. ناحیه چهارم جمع اصلاح افغانستان سپاس از حضورتون به برنامه اصر سلامت باشید و خیر باش. ممنون از حضورتون در برنامه و بینندگان عزیز شما یکی علاق من هستید چنین برنامه ها را سپانسر کنید من هم میگم که میتونید که چون بخش های مختلف جمعیت اصلاح تلاش میکنه تا برنامه ها را بر شما تقدیم میکنه پس شما هم تلاش بکنید تا در حمایت از این برنامه ها حداقل در بخش مادیش کمک های داشته باشید حتما مراجعه بکنید به صفحه فیسبوک ناحیه چهارم و همچنین شیخ القرآن مولانا عبدالسلام و تا برنامه های تفسیر از جه هم دنبال بکنید و همچنان به صفحه یوتیوب چینل تلویزیون حلال مراجعه بکنید و همه درست تفاصیل را میتونید اونجا هم برس بینید میان برنامه کتا میگیریم زود برمیگردیم